با درود به شما عزیزان و مهربانیتان که پایانی ندارد، دل به دریای دل شما می سپاریم و دهمین برنامه از شب‌های چلچراغ را در حضور شما آغاز می کنیم. گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. هر که هوایی نپخت یا به فراغی نسوخت، آخر عمر از جهان چون برود خام رفت. به نظر شما نجابت ذاتیه یا میشه آموختش؟ میشه دید و برگزید؟ رد قلم شاعران میهنم رو میگیرم، اونایی که آثاری ماندگار و جاودان خلق کردن. سر از دل پرتپششون در میارم، در میابم که جوهر قلمشون چیزی جز خون تو رگاشون نیست. از وجودشون سرچشمه میگیره، از درون وجودی که دغدغه‌ای جز تقسیم عادلانه مهر نداره. میبینم که سراپا شوقن که اون چیزی که به فهمشون در اومده رو تقدیم کنن، همچون خون در رگ‌ها که پیش میرن و زندگی میبخشن. ذات شاعر بخشندگی، از فطرت وجودش و از منشأ آفرینش بخشندگی رو میآموزه. شاعر خودش رو میبخشه، نجیب و مهربان و بی هیچ چشم داشتی نقش نیمه پنهان ما رو بازی میکنه که در بزنگاه‌های زندگی دغدغه انحراف ما از مسیر حقیقت رو داره و دائما تلاش میکنه ما رو به خودمون بیاره. اونا به ما احترام میذارن، به فهم ما، به شخصیت ما. اونا به قلب و فکر ما در عین سرگشتگی و گمراهی بی هیچ داوری و قضاوتی احترام میذارن. نگاهی به تاریخ ادبیات ما این نکته رو ثابت میکنه که هیچ یک از شاعران برجسته و بزرگ ما نمیخواستن آدمهای مشهور و مهمی باشن. اونا تنها میخواستن مفید باشن. اونا به بشریت احساس دین می‌کردند، خودشون رو بدهکار انسانیت کردند و برای ادای دین تمام وجود و همت خود رو به کار گرفتند. اونا کیمیاگرانی بودند که به طلای وجود ایمان داشتند، ولی خودشون رو هیزم آتش کوره دانایی کردند که مس وجود مردم رو پالایش کنند. اونا از بیخبری مردمان رنج کشیدند، تنها می‌شدند و در این تنهایی شعله ور می‌شدند. عشق اونا رو شعله ور کرده. آخه عشق فداکاری میخواد. اصلا لازمه عشق فداکاریه. لازمه عشق خدمت و چشم‌پوشی از خوده. عاشق خودخواه دیدین؟ ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اون که وجود و جانش رو در این معامله پیشکش میکنه دیگه ادعایی نداره. میتونین حدس بزنین چه معامله دشوار و چه تصمیم بزرگیه. چه تعداد از ما چنین جرأت و قدرتی رو در خودش میبینه که وجودش رو به آتیش بکشه تا بقیه در پرتو نورش راهشون رو و اطرافیانشون رو ببینن، بفهمن که کجا قرار گرفتن و تهدیدهای پیرامونشون چیه. درست حد زدین، خیلی کم، کمتر از اون چیزی که بشه تصور کرد. حالا یکم سخت شد که این ور اونور جار بزنیم که مثلا من شاعرم. تفاوت از زمین تا آسمانه، بین اون پروانه‌ای که از پیله رنج متولد میشه و عاشقانه بوسه بر لب آتش میزنه و اون پروانه‌ای که اصلا نمیدونه شمع کجاست و آتش کدومه و بالهاشو با رنگین کمانی از رنگ‌های خودپرستی زینت میده و مدام به جلوه‌گری مشغوله. نه هر خامیز پایان شب عاشق خبر دارد که فصل آخر این قصه را پروانه می داند. عشق فداکاری می خواد و فداکاری ناشی از بلوغه. عشق یک نشانه است، یک نام، یک انتخابه. عشق شما رو به خانه می بره که گرچه درش رو به همه بازه، ولی ساکنانش اندکن. اون وقتی که احساس کردی قلبت برای دیگران میتپه، اون زمانی که دیدی که اونقدر صاف و بیغش شدی که رنج دیگران رو رنج خودت میدونی، و اون زمانی که دیدی هیچ چیزی نمیتونه از شوق تو به خدمت و ایثار به انسانها کم کنه، و لحظه‌ای که دیدی همه منیت و غرورت رو حاضری برای زدودن قطره اشکی از چشم رنجوری زیر پا بذاری و فریاد عدالت و آزادی و عشق رو سر بدی، اون وقت بذار دیگران شاعر صدات کنن. این تعریف شاعری. حالا نجابت در وجودت بی هیچ زحمتی قابل شناساییه. دوش چه خورده ای دلا؟ راست بگو، نهان مکن، چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب می زند، خربزه در دهان مکن. روز الست جان تو خورد، میز خان تو خواجه لامکان توی، بندگی مکان مکن. دو شراب ریختی و از بر ما گریختی، بار دگر گرفتمت،
بار دیگر چنان مکن. ای دل پاره پارم، دیدن اوست چارم، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. کار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن. ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو، گرگ توی شبان منم، خیش چو من شبان مکن. باده بنوش مات شو، جمله تن حیات شو، باده چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن. باده عام از برون، باده عارف از درون، بوی دهان بیان کند، تو زبان بیان مکن. از تبریز شمس دین میرسدم چو ماه نو، چشم سوی چراغ کن، سوی چراغ دان مکن. شعری که شنیدین از شاعر بزرگ کشورمون مولوی بود. صحبت از بزرگی و بلوغه، صحبت از پختگی و داناییه و صحبت از سریه که نامی رو بزرگ میکنه. حتما شنیدین که میگن هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این مصرع دوم شعریه که اولش اینجوریه: افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. راز بزرگی دانایی باید فروتن بود. وقتی که به تشنگی دشت درونمون واقف میشیم، نمی از راه رو پیمودیم. شاید باورتون نشه که انبوهی از انسانها باغ خشک وجودشون رو سبززاری پر از گل و ریحان میبینن و با این توهم ابرهای بارانزای دانایی رو از فراز این دشت خشک میرانن و لبهای این کویر تشنه بیش از پیش ترک میخوره و تنها خواب بوسه بر باران آگاهی میزنه. راز دیگه ای از دنیای شاعری اینجا گشوده میشه. شاعر ما اگرچه به پاش تاول داره، ولی باز قدم در دشت تشنه زندگی آدمیان میذاره و سرود باران میخونه. شاعر تلاش میکنه که آدم ها بر عادت ها و کج فهمی هاشون غلبه کنند. شاعران تحمل فراموشی ما رو ندارن، پشت در این باغ خشک ایستادن و مشت به در میکوبن. از اینجا به بعدش با شماست که در این باغ رو باز کنین و گوش شما این همه سر و صدای اونا رو بشنوه. نکنه دوست دارین خشک و عقیم بمونین؟ شاعران با انگشت فریاد تلنگری به دنیای خواب زدتون میزنن و از شما کار میکشن. از شما نسبت به خودتون جدیترن. باور نمیکنین دیوان یکیشون رو بردارین و بخونین، ببینین چجوری با شما حرف میزنن. اگه خواب بودی باید بیدار شی، اگه نمیدیدی باید نگاه کنی، و اگه نمیشنیدی باید بشنوی، و از همه مهمتر اگه تا به حال نمیفهمیدی و غفلت کردی، از این به بعد باید هوشیار باشی. حالا باید راه بیفتی. نه عزیزم، اشتباه میکنی اگه فکر میکردی کاملی و بی عیب و نقص. خودت و اطرافیانت ممکنه به دروغ بگن، ولی شاعر ما پیشش راستگویی و حقیقت جوییه. حالا که راه افتادی یک هدف ثابت نیستی. میگن یه هدف ثابت راحت تر شکار میشه. از این به بعد میفهمی که بیشتر باید مواظب خودت باشی و متوجه میشی که تا اینجای کار نه تنها حرکتی رو به جلو نداشتی، که گاهی پس رفتم داشتی. خیلی تلخه وقتی متوجه کمبوداتت میشی، ولی به شیرینی فهمیدنش میارزه. حالا با شهامت دنبال تیکه های گمشدت میفتی، تیکه هایی که خودت از وجودت جدا کردی. حواست پرت بود و این بر اون بر جاشون گذاشتی، یا اینکه گمشون کردی، یا اینکه شاید هم با چیزای بی ارزش عوضشون کردی. ماکسول میگه مسئله این نیست که بر دیگران اثر میذاریم یا نه، بلکه اون چی که اهمیت داره چگونگی اثرگذاریه. شاعران از آسمان به زمین نیومدن، اونا زمینی هن، درست مثل خود ما. اونا با همه نقص ها و کمبوداشون مثل ماها آشنا شدن و اونا رو فهمیدن و حالا تجربه ها و دانسته هاشون رو به ما منتقل میکنن. همین که از جنس خود ما هستن و در میان ما زندگی میکنن، این تاثیرگذاری رو تقویت میکنه. اونا با هوشیاری متوجه این موضوع شدن که انسان نیاز داره که به خودش بیاد. این یک نیاز واقعیه. به زندگیامون نگاه کنین، همه چیز در جهت غفلت ماست. اونقدر سرگرمی هست که شما یادتون بره اصلا کی هستین و دارین چی کار میکنین. دنیا یک بازار شلوغه که دارایی های شما در اون بلعیده میشه، بی سر و صدا خرج میشین و آخر سر جیبتون خالی شده و هاج و واج به اطرافتون نگاه میکنین. یکی باید شما رو به خودتون بیاره. قسمت این بود که من با تو معاصر باشم، تا در این قصه پرحادثه حاضر باشم. حکم پیشانیم این بود که تو گمشی و من
من به دنبال تو یک عمر مسافر باشم، تو پری باشی و تا آن سوی دریا بروی، من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم. قسمت این بود چرا از تو شکایت بکنم، یا در این قصه به دنبال مقصر باشم. شاید این گونه خدا خواست مرا زجر دهد، شاید این گونه خدا خواست مرا زجر دهد تا برازنده اسم خوش شاعر باشم. شاید ابلیس تو را شیطنت آموخت که من در پس پرده ایمان به تو کافر باشم. دردم این است که باید پس از این قسمتها سالها منتظر قسمت آخر باشم. در سایه این سقف ترک خورده نشستیم، در سایه این سقف ترک خورده نشستیم، بی حوصله و خسته و افسرده نشستیم. خاموش چو فانوس که در خیش خمیده است، پیچیده به خود با تن تا خورده نشستیم. یک بار به پرواز پری باز نکردیم، یک بار به پرواز پری باز نکردیم، سر زیر پر خیش فرو برده نشستیم. بر سنگ مزار دل خود مرثیه خواندیم، یک عمر به بالین دل مرده نشستیم. بر گرده ما خاطره خنجر یاران، بر گرده ما خاطره خنجر یاران، با جنگلی از خاطره بر گرده نشستیم. آینه هم از دیده تردید مرا دید، با سایه خود نیز دل آزرده نشستیم. برخاست صدا از در و دیوار، برخاست صدا از در و دیوار، ولی ما با این همه فریاد فرو خورده نشستیم. شعر زیبایی که شنیدین با عنوان خاطره جنگل از قیصر امینپور بود. امینپور در سال 1338 در خوزستان به دنیا آمد. ادامه تحصیل در رشته دامپزشکی در دانشگاه تهران رو نیمه تمام گذاشت و به دانشکده ادبیات رفت و پس از کسب مدرک دکترا به تدریس روی آورد. مجموعه های در کوچه آفتاب و تنفس صبح از اوست. او بعد از یک تصادف دچار عوارض گوناگون جسمی شد و پس از تحمل دوره بیماری در سال 1386 درگذشت. شاعری وظیفه دشواریه، سخته، طی طریقه. او راهی رو که خیلی ها به دلایل مختلف از ادامهش سر باز زدن رو ادامه میده. زمانی که همه در فکر گسترش ابعاد سفره زمینی و چرب و نرم کردنش هستن، داره یه گوشه سفره معرفت بند میکنه. اون موقعی که همه در قتلگاه فرصتها حریصانه در بازار پر زرق و برق دنیا دنبال سهم خودشون به هر قیمتی میگردن، از زیر دست و پاشون خورده های انسانیت رو جمع میکنه تا بتونه دوباره اونا رو به هم بچسبونه و یک نماد انسانیت کنار این همه نامردمی و خودخواهی و فراموشی علم کنه. کار سختیه نه؟ حالا هنوزم میخوای شاعر باشی؟ برو عزیزم، برو خوش باش. شعر چیه؟ معرفت چیه؟ تو همین حالاش هم توی این مسابقه جا موندی و باختی. حالا اگه توی این شلوغ پلوغی در اثر این استکاک و فرسایش برای رسیدن به خواستهات رنگ انسانیت از رخت پرید، خب بپره، مهم نیست. مگه بیکاری که بشینی غم غفلت بقیه رو بخوری؟ ناراحتی چرا آدما هدفاشون انقدر کوچیک شده؟ خب خودشون خواستن، خیلی هم راضیان از این مسئله. نگاه کن، این همه داد و بیداد میکنی، اصلا کسی نگات میکنه؟ مگه نمیبینی مسابقه است؟ جا بمونی باختی، کلات پس معرکه است. حالا هی بشین بگو انسانیت رو باد برد. شاعری هی داره سختتر میشه، انگار باید خیلی قربانی بدی، باید بری با جا مونده ها بنشینی و سر رنجشون رو روی شونه هات بگیری. طاقتشو داری؟ این همه دل شکسته رو باید پیوند بزنی، دستات از لمس شکسته ها زخمی میشه، به وسعت این همه چشم باید گریه کنی. آماده ای؟ حالا این وسط میخوای عشق رو معنی کنی، این یکی دیگه شاهکاره. مگه میشه عاشق نباشی و بخوای عشق رو معنی کنی؟ مگه میشه از آتیش حرف بزنی ولی نسوخته باشی؟
اگه نه که همش حرفه، شعار دادن که کار سختی نیست. جواهر از دل سنگ میاد بیرون. به چیزایی که ساده به دست میان دل نبند، به همون سادگی از دست میرن. باید گداخته شد تا درخشید. قلم باید توی دستای دل باشه. دست عادی تحمل این آتش رو نداره. من آتش عشقم که جهان در اثرش سوخت. خورشید شبی پیش من آمد جگرش سوخت. آدم به تب دیدنم افتاد و پس از آن هر کس که به دیدار من آمد پدرش سوخت. آتشکده اهل بهشتم من و جز این هر کس که نظر داشت به پای نظرش سوخت. شیطان عددی نیست که آتش بزند، هان سودای مرا داشت به سر هر که سرش سوخت. ققنوس هم از جنس همین شب پرگان بود، دیوانه خورشید که شد بال و پرش سوخت. شاعر خبری تازه از عشق شنید و تا خواست کلامی بنویسد خبرش سوخت. انگامی که گوش همه انسان ها نسبت به مطالبات دلشون سنگین شده، شاعران بر طبل بیداری میکوبن. اونا بارها شمشیر رو از دست ما رو بودن وقتی که ما در اوج بیخبری کمر به قتل انسانیتمون بسته بودیم. دشوارتر از این چیزی نیست که آدم هم مراقب خودش باشه هم دیگران. باور کنین سخته، حوصله میخواد و پایمردی، و از اون سخت‌تر اینه که نگران دیگران باشی اول، بعد نگران خودت. به هر حال این یه انتخابه. این همون جوری که در تمامی زندگی و در تمامی زمانها دست به انتخاب میزنیم، میشه به گوشه‌ای خزید و به تدارک خود مشغول شد و خیلی چیزها رو فراموش کرد، و یا اینکه خروشید و صدا شد و خواب یک مرداب رو براشفت. انتخاب های ما نسبت مستقیمی با بلوغ فکری و روحی ما داره. صعود ما از نردبان سال و ماه لزوماً به معنای بالا رفتن و رشد و گسترش و افق دید نیست. پا در راه گذاشتیم ولی نذاشتیم که راه با ما حرف بزنه و به ما بیاموزه. بسیاری از ما در زمین نقشه های زمینیمون گم میشیم. نه ورودمون رو به یاد داریم و نه خروجمون رو میشناسیم. بزرگ شدیم ولی درست مثل کودکی ها سرگرم اسباب بازی هامونیم. فقط قبلا خاک بازی میکردیم، حالا با ملک و املاک و اتومبیل و حساب بانکی و اینجور چیزا بازی میکنیم. ده ها سال زندگی فقط ابعاد و نوع دلمشغولی های ما رو تغییر داده. هنوز همونقدر کودکیم و نتونستیم بفهمیم که همت ما به عنوان یک انسان چقدر بلندتر از این حرف هاست. نمیدونم، در این برنامه ها شاید بارها به این موضوعات اشاره کنیم. آرزو میکنیم که شاید یکی از این شبها باشن کسایی که حرف های ما مثل تیری در سیبل ذهنشون بشینه و بیدارشون کنه. همت شما بلنده. حدود شما این نیست که برای خودتون تعریف کردین. به چیزایی تکیه میکنیم که خودشون به تکان کوچیکی فرو میریزن. زیبایی، ثروت، مایملک، قدرت و خیلی چیزایی که اصلا معنیشون رو از ما و وجود ما در زمین میگیرن. چه دردناکه که اون چه که به واسطه ما معنی پیدا میکنه تکیگاه ما باشه. عزیز، به اون چه دور و برت خودت چیدی خوب نگاه کن. اگه تو نباشی هیچ کدوم مفهومی دارن؟ حالا کدوم مهمه؟ سوال سختی نیست، از خودت بپرس. ببین با اون چه در طول عمرت اندوختی وقتی فاصله میگیری چه ارزش و چه جایگاهی داری؟ میبینی اوج کم لطفی رو؟ تو عزیزی، تو بزرگی، تو شاهکار خلقتی، تو آفریده یگانه ای. نباید در این ویرانه ها بیفتی. همه ما اگر بیفتیم از اون طرفی میفتیم که به آفریدگار خود تکیه نکردیم. باور کن. هر طرف که میریم باز با انتخابامون روبرو میشیم. گریزی نیست. زندگی فعلی ما هم انتخاب ماست. منظورم نگرش ما به زندگیه. اصلا وجود ما خواسته است. خواسته های ما بی پایانه. میخوایم داشته باشیم و مدام در حال افزودن به خودمون هستیم. چرا که احساس کمبود میکنیم. حالا این کمبودها و خلاهامون رو چطور پر میکنیم؟ باز سرکله انتخاب پیدا شد.
آیا چیزهای با ارزش و واقعی حاصل گزینش ما هستن؟ هیچ وقت نشده که اشتباه کنین؟ حتما اشتباهاتی دارین، چون انسان هستین و اگه اشتباه نکنین در واقع معنی انسان بودنتون خدشه‌دار میشه. مهم اینه که در یک مورد چند بار یک اشتباه رو تکرار میکنین. اگه نگاهتون تأثیر نشه شاید هزار بار در تمام عمر یک اشتباه رو تکرار کنین و بعد از یه مدت اسم اشتباه رو ازش فاکتور بگیرین، چون دیگه این اشتباه نیست، حالا دیگه شده روش زندگی شما. حاضرم با شما شرط ببندم گاهی دیگران رو هم به روشتون و انتخابتون ترغیب کردین. از کجا مطمئنین که درست فکر میکنین؟ چقدر به اصالت دستاورداتون باور دارین که دیگران رو به پیمودن راهی که طی کردین وادار میکنین؟ گاهی از زندگی خودتون فاصله بگیرین و با دقت از بیرون بهش نگاه کنین. اصلا یه روز از همه کارهای روزمره و عادی مرخصی بگیرین و به جایی برین که با محیط زندگی و کار روزمرهتون تفاوت داره. بنشینین و چند نفس عمیق بکشین. قول بدین که در همون لحظه هرچی نقشه و برنامه دارین فراموش کنین و منصفانه به راهی که تا حالا پیمودین نگاه کنین. خوب دقت کنین ببینین جای چه چیزایی تو زندگیتون خالیه. برای اینکه در فضای مناسبی قرار بگیرین، لحظه های کودکیتون رو و رویاهاتون رو به خاطر بیارین و آهسته آهسته بیاین جلو. ذهنتون پر شده از حلقه های مفقوده و ای کاش ها. کافیه کمی منصف باشین و رو راست. میبینین انتخاباتون چه به روزتون آورده؟ اگه آبادین یا ویران، همش ناشی از اون تصمیم هاست. اونجایی که هدف های زندگی جابجا شدن، تصمیم های شما در جای گرفته میشن که شما واقعا تنهایین، مشورت میکنین، نظر دیگران رو میپرسین، مطالعه میکنین، ولی در نهایت در لحظه تصمیم گیری کاملا تنهایین. حتما شنیدین که میگن در یک لحظه تصمیم عوض شد یا همه چیز تغییر کرد. میدونین چقدر از این لحظه ها رو باد برده و هیچ چیز تغییر نکرده، ولی همیشه در همون لحظه های تصمیم گیری که در اوج تنهایی خودتون هستین یکی هست که نگران شماست، یکی که از خودتون به شما نزدیکتره، توی وجودتون جاریه، خودشو نشون نمیده. همین که به تو قدرت تصمیم و اجازه انتخاب داده بزرگترین دلیل حضورشه. این حضور رو باید فهمید، حتی به تو این اجازه رو هم داده که ندیده بگیریش. جالب نه چقدر این کشف با شکوهه. تازگی ها آفتاب از خود جوابش کرده است، همنشین سایه های استرابش کرده است. حالا روزش مثل آدم های معمولی که نیست، غیر عادی بودن دنیا خرابش کرده است. برگ را و مرگ را، پاییز را حس می کند، زرد و سرخ و ارغوانی ها مجابش کرده است. شرح حال بودنش اندازه یک صفحه نیست، داغ دارد باغ بیبرگی کتابش کرده است. ماهی روحم به اقیانوس هم راضی نبود، تفلکی لالایی این برکه خوابش کرده است. تفلکی یک لحظه غفلت کرد، عاشق شد و بعد تازه فهمیدم کسی آدم حسابش کرده است. تازگی ها آه، اما تازگی ها، تازگی ها آفتاب از خود جوابش کرده است. همراهان گرامی، دفتر چلچراغ بازه و صد سطرش به عشق شما پر میشه. سفره دلمون رو که پهن میکنیم و دو سه سبد شعر که مهمانتون میکنیم، وقتمون تموم میشه. مثل خود زندگی هنوز خیلی حرفا مونده. برنامه رو با شعر دیگه ای از قیصر امینپور به پایان میبریم. حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظمت تو ناگزیر می شود. آه دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. تا هفته بعد، بدرود.